لیلا سعادتی همکارم از لندن با ماست. لیلا، همچنان که عاملان مسموم سازی مدارس شناسایی نشدن، دانشجویان معترض هستن به این موضوع و از سوی دیگه هم فشارها بر اونها روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. چه جزئیاتی منتشر شده از ممنوع الورودی و احکام که صادر شده بر دانشجویان؟ میخوام بگم که با شروع این خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، به ویژه بعد از مهر ماه به این ور، در همه این چند ماه میتونم بگم که یعنی گزارشی که خود شورای صنفی دانشجویان منتشر کرده، بیش از 430 دانشجو یا از تحصیل تعلیق شده اند یا اخراج شدن و ده ها دانشجو هم ممنوع الورود شدن. میتونم این در واقع این اتفاقات رو در سه تا محور و سه تا زمینه بگنجونیم. یکی حضور دانشجویان معترض در تمام این طول مدت این خیزش انقلابی زن زندگی آزادی بوده که همچنان هم ادامه داره فشارها بر اونا. دو، موضوع حجاب هست، دانشجویان مخالف حجاب اجباری و اونا که با پوشش اختیاری در دانشگاه حاضر شدن که ممنوع الورود شدن به دانشگاه ها که توضیح خواهم داد، و همچنین دانشجویان معترض به مسموم سازی مدارس و دانش آموزان که الان خبرش هم خودت گفتی. میتونیم بگیم که الان همین الان که اینجا هم نشستیم چندین مدرسه، همین الان خودت هم خبرشو گفتی، دانش آموزا مسموم شدن، به مرکز درمانی رفتن. روز 16 اسفند ماه در واقع کانون صنفی تشکل‌های معلمان، در تشکل صنفی معلمان، یک فراخوانی رو منتشر کرد از معلمان، دانش آموزا، والدین و دانشجوها و مردم، خواستش که در اعتراض به ادامه این مسموم سازی ها و اینکه آمران و عاملان هنوز شناسایی نشدن، تجمع اعتراضی صورت بگیره. در دانشگاه‌های مختلف این تجمع توسط دانشجویان صورت گرفت، اما دیدیم که چیزی که خود دانشجویان مثلا علوم پزشکی تبریز الان دارن میگن این هستش که جزئیات بیشتری رو اعلام کردن و میگن در همان 16 اسفند ماه، دو ساعت بعد از اینکه در این تجمع شکل گرفت، 37 تا دانشجو به حراست و امور دانشجویی احضار شدن و بعد از تعطیلات نوروز هم که پایان یا وسال در واقع دانشگاه‌ها شروع شد، 17 نفر از این دانشجویانی که معترض بودن به مسموم سازی مدارس تعلیق شدن از تحصیل و 10 نفر از اونا هم حکمشون رفته به حکم انضباطیشون رفته به وزارت بهداشت، چون به هر حال اینا دانشجوی در واقع علوم پزشکی هستن و زیر نظر وزارت بهداشت و وزارت علوم. و همچنین دانشجویان دانشگاه علامه که همون روز هم تجمع شرکت کرده بودن، بعد از این که تجمع تموم شد به 40 نفر از دانشجویان شفاهی در واقع حراست گفته بودش که شما حق ورود به دانشگاه ندارین و اجازه ورود نداده بودن، ولی گفته بودن و حکم در واقع مکتوب هم نبوده و شفاهی گفتن که یک ماه ادامه داره، یعنی شما یک ماه ممنوع ورود هستید. اما بعد که حالا تعطیلات نوروز هم تموم شد و اینا برگشتن دانشگاه، دیدن که همچنان اینا ممنوع الورود هستن به دانشگاه و این ممنوع الورودی ادامه داره، علاوه بر این که در همون تجمع 16 اسفند حراست و لباس شخصی با دانشجو درگیر شده بودن و مورد ضرب و شتم قرار دادن دانشجو را. اما میخوام در مورد حجاب و دانشجویان مخالف حجاب اجباری هم صحبت بکنم که در دو هفته اخیر داریم میبینیم که ده ها دانشجو به ویژه در دانشگاه هنر و دانشگاه تهران ممنوع الورود شدن به دانشگاه ها. در دانشگاه یزد و نوشیروانی همچنین احضاریه گرفتن که خودشون به امور دانشجویی در واقع معرفی بکنن، به خاطر اینکه پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی رو نداشتن، با پوشش اختیاری رفتن به دانشگاه. و همچنین یه خبری هم که بود چند روزیش منتشر شد، این بودش که یعنی در واقع درمانگاه دانشگاه تهران از پذیرش بیماران، دانشجویانی که بیمار هستن و پوشش مورد نظر رو ندارن، جلوگیری کرده که این خلاف قوانین حقوق بشر هم محسوب میشه. ممنونم از تو لیلا که ما رو همراهی کردی و جزئیات این خبر رو برامون ارائه کردی.